تعهد افغانستان برای توسعه تعامل میان کابل و تهران. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود به تعهد افغانستان در پیوند به توسعه تعامل با ایران تاکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ایرانیش امیدواری نشان داد که با کشور ایران رابطه قوی و مستحکم از راه بازرگانی به شمول همه مشترکات باید توسعه یابد و دو کشور همسایه همچنان با یکدیگر همکار بمانند. حسین امیر عبداللهیان هم در این تماس از افغانستان خواست تا به تعهدهای خود در پیوند به آبهای مرزی عمل کند. درخواست جدی داریم که مجموعه حاکمیت افغانستان در اجرای تعهدهای دو جانبه خود با توجه به توافقهای قابل اجرا در حوزه حقابه و مرزی ایران همکاری لازم و جدی را داشته باشد و با حل این موضوع به عامل برای تقویت همکاری و دوستی دو کشور و ملت تبدیل شود. این حقابه ثابت نبوده، نظر به حالات آبخیزی و نظر به قلت آب و نظر به حالتهای فصلی قابل تغییر است. هر زمانی که میان دولت ایران و دولت افغانستان تنازع و اختلاف بر بالای حقابه ایجاد شود، راه‌های حل آن در امی معاهده که از لحاظ تاریخی در زمان شک معاهده بی‌نظیر گفته میشه است. وزیر خارجه ایران با ابراز همدردی با آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در کشور همچنان گفته که برخی از کمک های بشری ایران در دو هواپیما به افغانستان فرستاده شده است. ایران پس از اینکه 3 تیاره امدادی روان کرده و زلزله خوست و پکتیکا، حالا می خواهد که حکومت در این حالت زیر فشار بگیره در مسئله آب که از ده سال است که دوام داره. یک قرارداد وجود داره بین افغانستان و ایران از 50 سال پیش، از وقت صدر اعظم موسی شفیق، که حقابه آب در اونجا تعیین است. افغانستان امور اگر مراعات کنه کافی است. در ادامه این گفتگو دو طرف بر همکاری دو کشور در مسئله های مبارزه با جرم های سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان و مبارزه با هراس افگنی تاکید کردند.